کنید. این شجاعانه ترین تصمیم تاریخ ایران است. این حکیمانه ترین دیدید؟ این غلامعلی رشید اسم اصلیش هست رشید علی نور، تو دسفول به دنیا اومده مثلا اینا. که اسما اینا هم درست نیست، مثلا اسم محسن رضایی میدونی که سبزواره قائد مائد سبزوار، مثلا رضایی نبوده، محسن رضایی. اینا اصلا اول چریک و جاسوس و فلان، تا الان هم هر کاری که آقا بچه های خودشون کشتن دیگه، حالا چه برسه رفقاشون که میزنن میکشن برای اینکه اهدافشون رو پیش ببرن. و همون پلیتیک و سیاست سینما رکس آبادان. یکی دیگه از موارد که خیلی مهمه، اینا کمک کردن به صدام حسین، خیلی مسئله مهمه، من نمیتونم توی برنامه بگم، باید برید بگردید مطالعه کنید تحقیق کنید. کربلا یه چاره، تمام بچه های جان کربلا چاره میشناسن، تمام نظامی ها کربلا چاره میشناسن. تو کربلا چار 4000 نفر از بهترین جوانان نازنین ما نابود میشن، یک عده که کشته میشن جسدشون هست، یه عده اصلا نابود میشن. 4000 نفر، تازه 3900 تا 1000 تا 5000 نفر، 5000 نفر. این اخیرا خود این خله محسن رضایی دنش در رفت، آمد گفت ها ما این کار خودمون بود کردیم که رژیم بندازیم تو تله، فرداش یه جور دیگه حمله کنیم، کربلای 5 بریم. اه؟ 5000 نفر بکشتن دادی بره. بعد این که اصلا افسانه داره که از مصر گرفته تا اروپا، همه جا صحبت چی میکنن که آقا کربلای 4 رو که عراق میاد سرکوب میکنه، پایگاه قواسا رو میزنه، بعد 5000 نفر رو نابود میکنه، یک دیر میگه اسیر پاره میکنه، بچه هایی تو 5000 نفر. آقا از قبل اصلا میدونسته رئیس گردان صدام حسین همون روز که عملیات میخوان بکنن این میره سرش اسلام میکنه، شب میره مهمونی، چون میدونستی اینا میخوان از کجا کی چه ساعت حمله کنن و اینا رو زدن، همه رو زدن کشتن. خود حسین رضایی هم اعتراف میکنه به این قضیه. دیگه این 5000 نفر که این گروه منصورون زدن کشتن کربلای 4، این که دیگه نمیتونن بگن ما کاری کردیم به پای آمریکا بندازیم، به پای اسرائیل بندازیم. بچه های مردم خود ما رو میکشتن دادن از قبل اینا خط، چون صدام حسین رئیس این هست بوده و هست. یادتون نره بچه ها، این رو خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، بارها گفتم بازم میگم گوش کنید. عراق 70%ش بیشتر شیعه، 30% هست که زرتشتیان ایزدی، دروزن و مسیحیان و خیلی کم یهودیان و سنی، 70% چی هست؟ همه اونایی که در جنگ ایران عراق جنگیدن شیعه بودن، شیعه بودن. این استاد علی تهرانی و خانمش خواهر خامنه ای و اینا عراق که رفته بودن، فرار کرده بودن، عراق بودن. من اینجا نام های اینا رو از ایران رو بریور که میمد میرسوندم، کمکشون میکردم، چیزی میخواستن میفرستدم براشون. اینا یکی سون میمد دفتر شانزلیزه من اینا رو میبرد، هر وقت که هر کی میمد گفتم اسم چیه، از سفارت عراق میمد زمان صدام حسین، گفتم تو اسم چیه؟ علی گیلانی، حتی بار اسمش گیلانی بود، تو اسم چیه؟ علی صالح، علی محمد. اسم تو چیه؟ سجاد زین العابدین. بعد من گفتم شما که همتون شیعه ای؟ گفت پس چی؟ ما هم شیعه ای؟ گفتم خمینی چی میکنه؟ گفت نه ما همه شیعه هستیم، مورم کشه ما همه شیعه هستیم. یعنی اون مملکت شیعه هست، همه اون صدامیایی که با ما جنگیدن ما رو داغون کرده. فکر نکنید شهمخانی فقط اون بالا نشسته و گروهش. آقا خود مردم عراق بدبخت و بیچارهایی که با ما جنگیدن توی سالها، ما الان دوباره میگم هفته پیش هر روز بهت بگم، ما الان بچه های جنگ خودمون نون شب که سهله، دواشون رو نمیتونن بگیرن، دوا دارو، ولی اونجا عراق حقوق ماهیانه دلار همه دارن دلار. این مقتدی صدر هم از عربستان سعودی حالا میگیرم، چون مقتدی صدر شد دیگه رئیس شیعیان، اصلا قدیم با صدام حسین بود، با عربستان سعودی بود، اصلا با ایران نیست، مسخره میکردن میکنه خامنه ای رو، این مقتدی صدر درست مثل همه اینا که الان مسخره میکردن خامنه ای رو،
همین آیت اللهی که بهشون داره پول میده، خود من شاهد بودم وقتی ایران شهر تبعید بود، همه آیت الله از مکارم شیرازی شما بگیر تا اون مصباح یزدی که مرد و این جنتی و اینا، همه جنتی میگفت این علی خامنه‌ای وهابی از سعودی‌ها پول میگیره، مارکسیست و مزدور اوناست، علیه علی شریعتی که اعلامی میدادن، بعد میگفتن این اصلا همین خامنه‌ای. خب اینا همه بالاترین پست‌ها رو الان گرفتن، بالاترین میکنن و هر کاری روش میخواد میکنه. بچه خود خامنه‌ای میثم رو بازداشتش میکنن، میگن آه تله براش میذارن چون میخوان زمرم براش تله بذارن. آمد نیوز رو میگن تو خبر داده آقای خامنه‌ای، این پسرت خبر داده به زن، باید ببریم بازجویش کنیم. اونا ببرن بازجویی میکنن، بچه خود چه زده خودش میکنه. بلد از اون طرف اینا ذکاوت شوروی کاجبه یه حزب بعث عراقه، تا الان موفق شدن ایران ما رو نابود کردن، تا الان موفق شدن ایران ما رو نابودش کردن، چون در رأس حکومت ایران حزب بعث داره حکومت میکنه، نخواد بخواد نوکر همشون شدن بازیچه منصورون. منصور تمام این جنایت ها در ضدیت با ایران اهورایی، در ضدیت با سربلندی ایران، ایران 7700 ساله، در راستای خدمت به تازیان، کسی که حزب منصورون درست میکنه، گروه هک 4 نفر منصورون و ارتش انقلابی خلق مسلمان عرب. و تا الان منصورون، همین منصورون به شما بگم، آخرین اعلامیه که منصورون داد تو انتخابات ریاست جمهوری بود، برای محسن رضایی داد. این محسن رضایی آدم ابلهشه، این کلی مغز متفکر اینا همین علی شمخانیه، اینا دیگه همه نوچاشن. شما تو عکس ها میتونید ببینید، تو همه عکسایی که هست من نشون دادم امروز و بقیه عکس ها، وقتی که نگاه کنید میبینید علی شمخانی و زرنگه، اینا دیگه همه نوچن. حتی همین سلامه که شما میبینید رئیس سپاه شده، مگه پخیه؟ بعد تازه اینا یک سری افراد مثل صفوی، رحیم صفوی، جعفری، شاچراغی، همین حاجی زاده، یک سری دیگه اینا هستن که این نتونسته توی چتر خودش بیاره، توی نوکری خودش، اینا تا چند وقتیگی یکی یکی مثل بقیه. شما این چقدر کشته شد از سردار کشته خانش. اسنادی که امروز به شما ارائه کردم نتیجه پژوهش‌های دیرین سیاوش اوستاست. من برای یک برنامه شما خیلی نیرو میذارم، تحقیق، پژوهش، فکر، اندیشه، شب خوابم بیدارم، بیدار میشم، بعد میمینار میرزم به شما میدم. قدرشو بدونید، به همه برسونید، منتقلش کنید، بدونید که ایران سربلند آنگاه خواهد بود که تو اینایی که من گفتم شعور و آگاهی پیدا بکنی، که بدونی همه اپوزیسیون ها الکی زیر دست شمخانی، شمخانیاتون رو بریم ببینید چقدر تجلیل از بنی صدر میگرد. بنی صدر که نظامش میگه باش مخالفه که بیرونش کردن، یادش میکرد. از آن بقیه رو همینجوره، همه تو دستش، بازی ها رو میچرخونه. حزب منصورون، نه حزب گروه که منصورون، چرا؟ چون ارتش، نظام، سیستم حکومتی اصلش چی؟ این وزارت های اطلاعات و فلان، علوی تباری که ننش گفته فاطمه زهرا بیاد بلا 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 بلا، این همه آلت و بازیچه هستن، همه شون هم مثل سگ میترسن از شورای امنیت ملیشون. فقط من اینهایی که شجاعت داشتن اومدن صحبت کردن، حرف زدن و افشا کردن این موارد رو، من تجلیل میکنم از اینها، خاطر که او حمله نکنه. مثل که همه کار دیگه شون همینه، ما او کار میکنیم که او حمله نکنه، ما او کار میکنیم، ما اونجا رو آتیش میزنیم، ما جنگلا رو میسوزونیم که بگیم آمریکایی‌ها کردن، ما سینما رکس رو آتیش میزنیم که بگیم ساواکی‌ها کردن، چون موفق بود. بعدم از اونجا تا الان همین رفته برنامه، برنامه اینه و همه رو تو دست خودشون دارن. درود دارم به برادر مهربانم مهندس امیر شجره، دبیر کل این پایگاه خرد و اندیشه آریایی. بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود.
این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و کپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ برایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال.